الحسن وما هو بالهزل وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان جان، در خدمتون هستیم با یک سری دیگه و یک قسمت دیگه از مجموع برنامه های فصل الخطاب. و در این جلسه انشالله میخواییم در مورد موضوع کلی، در مورد حکومت داری، در مورد اینکه خداوند افراد به افرادی یا به گروه های قدرت میده بر روی زمین که کارهایی انجام بدن و بعد چه راههایی رو میتونن برن، پروردگار متعال در مورد اینها چه گفته. همینطور که میدونید دین اسلام دینیه که برای زندگی ماه، مثل بسیاری از مسلک ها، مثل بسیاری از طرز فکرها. فقط دینی نیست که در کنج مسجد بشه اون رو پیدا کرد یا کسی برای عبادت فقط بره سراغش. اگر کسی مشکل پیدا کرد و بخواد با ماورای طبیعی در ارتباط باشه، بره در گوشه از مسجد سراغ اون بگیره. نه، دین اسلام دینیه که برای زندگی ما هست. اگر همتون یادتون باشه، تنها چیز نکته مثبتی که شاید در کتب دینی که به ما آموزش داده میشد در مدارس این که اسم کتاب دین و زندگی بود و واقعا هم دین برای زندگیه. و چه چیزی در زندگی مهمتر از این که چه کسی داره حکومت میکنه، چه چیزی مهمتر در زندگی از این که قدرت در دست چه کسی هست که راههای مردم رو به چه سمتی داره سوق میده. و این خیلی مسئله مهمی است که قرآن خیلی دقیق در موردش صحبت کرده. مطمئنن زیاد در موردش نمیدونه، چون حکومت آخوندی میخواد که ندونید. اما ما میخواییم که هر آنچه در قرآن هست رو برای شما شرح بدیم، صحبت بکنیم در موردش و به حقایق برسیم، به حقایقی که مطمئنن برای زندگی ما مؤثر قبل از اینکه برای آخرت ما مؤثر باشه، به حقایقی که ما میتونیم تأثیر بذاریم در روند تغییر در کشور عزیزمون ایران به سمت خوبی و به سمت صلاح انشاءالله. استاد حسینی بسیار عزیز و بسیار دوست داشتنی، سلام عرض می‌کنم خدمت شما. این شما و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله، در خدمت. چه آیاتی رو امروز آوردیم و در موردش چه می‌خوایم صحبت بکنیم؟ بله. و موضوع به صورت کلی بله. چه هست؟ بحث تمکین در زمین هست. خداوند تمکین به معنای قدرت و توانایی داشتن در اداره امور. بله. و این در حقیقت هم تمکین همون قدرت هست که انسان بتونه و نیروهایی داشته باشه در این زمینه‌ای که مد نظر هست. حالا چه تمکین، قرآن زیاد صحبت کرد در مورد، حالا خود کلمه تمکین اگه استفاده کنیم یا کلمه دیگه پیشنهاد میدید برای بینندگان عزیز، که چون یک مبحث قرآنی است و قرآن در مورد تمکین صحبت کرده. همطور که میخونیم در کتاب لغت، بحث تمکین وقتی میاد میگه که فیروزآبادی فکر میکنیم. بله. بحث مکان وقتی گفته میشه یعنی جایی که انسان درش مستقر هست. بله. مکانت به معنای منزلت هست. تمکین یعنی که انسان قدرت و توانی داشته باشه که کاری را انجام بدهد. بله. تمکین خداوند در قرآن تقریبا در 18 آیه در بحث تمکین صحبت داشتند. میتونیم تقسیم بندی خیلی کلی داشته باشیم که انواع تمکینی که در قرآن اومده. بله. و آنچه که مورد بحث ماست در سوره نور هست، آیه هست، و همچنین در سوره قصص. بله. البته صحبت ما خیلی اسباب تمکین صحبت خواهیم کرد و چه زمانی انسان به تمکین دست می‌دهد، شروطش چیه. حالا اینطور که صحبت هست، قرآن داره صحبت میکنه چگونه انسان متمکن میشود، میتونه قدرت داشته باشه. چون بحث تمکین وقتی پیش میاد دقت کنیم با علو و فساد در زمین خیلی فرق میکند. آنچه که مد نظر قرآن هست که به بندگان صالح و مؤمن خودشون وعده دادن ده. تمکین هست. اما وقتی صحبت از فرعون و فرعونیان هست میگه که اینها طاغوت هستند و فساد. فساد در زمین، علو در زمین کردن، از عالین بودند. یعنی اینکه همطور که در سوره قصص میفرمان که یستضعفوا
طائفتم نند، مردم را گروه گروه کرده بود، اونها را به استضعاف کشنده بود. بله. یعنی بدین وسیله برای خودش یک نوع تمکینی به وجود آورده بود. خف قوم. وقتی که میاد جامعه را تقسیم بندی میکنه به گروه های مختلف، این کاری که فرعون کرده بود. بله. و ما متاسفانه در جامعه خودمون میبینیم که جامعهمون همه از یک حق شهروندی و حق دینی برخوردار نیستن. بله. این خود شکل اون همون از مصادیق آیه هست که ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا زستضعف طائفه منهم. بله. گروه گروه قرار دادن، وقتی گروه گروهشون کرد دیگه راحت هست استضعاف اونها. بله. اونها رو به بردگی کشوندن و از بین بردن حقوق اونها. بله. به حق شهروندیشون پایمال شدن. بله. قرآن وقتی صحبت میکنه، من گفتم که سه صورت کلی اگه ما مطرحش کنیم، یکی تمکینی که در داشتن ثروت‌ها و امکانات مادی هست. بله. یه چیزی رو بگم، تو فارسی، تو فرهنگ لغات فارسی، حالا غیر از این کلمه تمکین رو معمولاً به معنی فرمان برداری، اینکه قدرت داشتن در واقع معنی کردن، یا مکنت داشتن، کسی که متمکن است. من دقیقاً از مثلا همش وارد کلمات عربیه گفته شده، همشون باز عربیه، دارن تلاش میکنن که برسونن به اون چیزی که میخوان. کسی که جایگیره، جا گرفته است، کسی که قدرت داره، کسی که توانایی و مکنت داره، تو فرهنگ عمید میگه. و در مثلا ده خدا، کسی که توانگر، ثروتمند، دولتمند، غنی، متمول و مخالف مفلس و ندار و فقیر و بیچیزه، کسی که ثابت، جایگیره، جاگزینه، کسی که توانا و قادر، دارای مکان و قدرت هست. همین بحث، بله، این الان بحث ما در مورد همین قسمت هست. یه قسمت گفتیم که الان خود داشتن مال و ثروت و توانایی مادی هم خداوند یک نوع تمکین آورده، ولی آن تمکینی نیست که مد نظر قرآن باشه که به عنوان بتونه بشر خدمت کنه. میفرمان که الم یرو کم اهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم فی الارض ما لم نمکن لکم. قدرت و توانایی هایی داشتن، بهشون دادیم که شما ندارید. تمکینی که اونها داشتند شما نداشتید، اما به خاطر ظلم و فساد و شرک از بین رفت، از بین رفتند. الم یرو کم اهلکنا من قبل من قرن، چه نسل هایی بودند، چه امت هایی بودند که تمکین داشتند در زمین، قدرت و توانایی داشتند. اما وقتی که استفاده درست و بر اساس دستور قرآن نبوده، دستور دین خدا اگه بگیم، بر اساس ارشادات انبیا نبوده، نهایت این قدرت ها و تمکینی که داشتن هلاکتشون بوده. کم اهلکنا من قبل من قرن. یه وقتی هم تمکین فردی است. بله. یک فردی با اون قدرت، مثل در قصه حضرت یوسف علیه السلام ما میخونیم دیگه. بله. که حضرت یوسف علیه السلام فرمودن که خدا در موردش مانند و کذالک نمکنا، تمکین بر کردیم برای یوسف در زمین، بهش قدرت دادیم. بله. بهش فرمان روایی. و كذلك مكننا ليوسف في الارض، مكننا ليوسف في الارض. بله. که در قدرتی که داشت تونست خدمتهایی به بشریت داشته باشه. یه تمکین هم داریم که تمکین یک امت هست و اون چیزی که مد نظر قرآن هست. بله. که در سوره نور فرمودند و همین در سوره قصص. در سوره نور میخونیم که وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. میتونیم آیه رو با هم دیگه ببینیم از سوره مبارکه نور، آیه 55 هست. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. که تمکینی که خواهند داشت بر اساس دینشون هست. در سوره قصص هم میخونیم که و نرید ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. و نرید ان نمن على الذين استضعفوا في الارض. بعد بحث تمکین هست برای یک امت هست. این در مورد موسی علیه السلام و قومش هست. بل. که بعد از اینکه فرعون این گونه کار انجام داد، مردم و گروه گروه کرد و استضعاف گروه از اونها کرد. بله. فرمودن که ما الان میخواییم که بنی اسرائیل را بهشون تمکین بدیم، قدرت بدیم به رهبری موسی علیه السلام. بله. و صحبت از
یک امتی است، یک ملتی است که بر اساس رهنمودهای دین، بر اساس دستورات آسمان در زمین تمکین پیدا میکنه. و جالب است که خداوند وقتی که صحبت از تمکین میکنن در قرآن برای ما، تمکین در حقیقت سه محور اساسی داره. سه محور اساسی در بحث تمکینی که در قرآن در این 18 آیه کرده، یکی خود انسان هست، یکی زمین هست، یکی راه و روش هست. در کجا تمکین پیدا میکنه؟ در زمین هست. چه کسان انسان ها؟ این انسان ها بر چه اساسی؟ بر اساس راه و روشی که دین خدا خواسته. دقیقا این بهش میگن تمکین در زمین. و گفتیم فرق هست تمکین که مد نظر قرآن هست که اینها کسانی که در زمین وقتی که قدرت پیدا کنن فساد نمی کنن، بلکه برعکس فرمودن که نمازشون رو میخونن دنبال آیه. بله، منظورش اینه که فرمان برداری دینی خودشون رو ادامه میدن، خدمت بشریت هستن. برخلاف زمانی که علو صحبت میشود، سرکشی، زیاده خواهی، تکبر و به زیر یوغ و بردگی دیگران کشوندن هست. خب این نوع تمکینی نیست که مد نظر قرآن باشه. بله. و در حقیقت این نمونه تمکین ها یا این علو ها تضاد داده با کرامت انسان، با ارزش انسان. دقیقاً. خب سوره یه نکته رو قبلش بگم، تمکین الان در حال حاضر چون برای تمکین شغل های مختلف توی ایران زیاد به کار برده میشه، به معنای قبول کردن هم استفاده میشه. مثلا میگه تمکین فلان شغل، یعنی قبول میکنه فلان شغل رو. این به معنی نیست که الان در مد نظر ما هست. و حتی در روابط خانوادگی هم میاد بحث تمکین میاد. بله، یعنی رابطه زن و شوهر وقتی خانوادگی میاد بحث تمکین هم میاد، ولی بحث ما اون نیست. بله، بحث ما در مورد یک امت و ملتی است که قدرت و توانایی دارن و قرآن فرموده که هر کس که بر اساس فرموده های قرآن حرکت کند امتی ساخته می شود و این امت متمکن می شوند در زمین، صاحب قدرت می شوند. باز فرهنگ فارسی امید که می خونم، دقیقا به معنی به کسی توانایی دادن که به امری یا چیزی دست یابد، نیرو و قدرت دادن یا پا بر جا کردن. این درست. دقیقا از فرهنگ فارسی بله. هست. بله. درست درست. خب خود تمکین، پس این کل موضوع تمکین این هست که خداوند بندگانی رو تمکین می دهد. محورش هم گفتیم که انسان هست و زمین هست و راه و روش قانون. بله. بر چه قانونی میاد انسان این تمکین رو پیدا میکنه و چه نوع تمکینی مد نظر قرآن هست؟ منظورتون از قانون میشه بیشتر شرح بدید؟ راه و روش. مثلا وقتی که فرمودن که در سوره ما نور همینجا خوندیم که بله. میفرمان که چی؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. ایمان و عمل صالح، این میشه منهج. بله. این میشه راه و روش، این میشه قانون زندگی، ایمان و عمل صالح. بله. که در نتیجه این تمکین میاد و دینشون هم دین متمکنی است، دین قوی و محکم است. هم خودشون در زمین حکومت میکنن و هم این که دینشون دین قوی است، دین متمکنی است. دالب است که ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم. خیلی جالب هست این وقتی صحبت از قانون کردید یا همون بله. راه و روشه، اصلا این سوره نور وقتی شما میخونید خود اصلا خوب دقت کنیم، اصلا این قضیه تمکین دین و تمکین مؤمنان میشه گفت از محور، از مهمترین موضوع سوره و هدف سوره هست. بله. چرا؟ نگاه از وقتی شروع میکنه، از کجا شروع میشود؟ ابتدا مثلا میاد در بحث آداب و احکام زندگی فردی و اجتماعی و خیلی کلیتر وقتی میاد که برخورد با قضایای بسیار حساس جامعه. بله. مثلا وقتی که شروع میشه ابتدای سوره با در مورد حد زن و مرد زناکار هست، ازدواج زناکار با هم دیگه. بله. بعد صحبت هست این میشه که انسان مؤمن نباید چشم چران باشه. بله. اینها آداب فردی است دیگه. الان میگه که این مؤمن این گونه باش، یک ساخته میشه که فرد پاک باشه. فرد که پاک شد جامعه هم پاک هست. آداب و اخلاقی که ارتباط انسان با انسانو در داخل یک خانواده تنظیم میکنه. بحث ملائنه میاد وقتی که مردی زن خودشو متهم میکنه، گواه نداره، بعد اینجا ملائنه بشه، وگرنه شلاق میخورد. یا باید ثابت کند که خب یک طریقه داره،
و یا اینکه یا شلاق میخونه یا باید ثابت کند. وارد شدن در خونه، چگونه انسان وقتی میخواد خونه دیگران بره، حتی اون کسانی که به سن بلوغ نرسیدن وارد شدن به اتاق خواب، همه اینها چه زمانهایی بایستی اجازه بگیرن، صحبت میشه از آداب و رفتاری که مرتبط به خود جامعه هست، بحث اقامه حدود هست و داشتن شهود هست و همچنین زمانی که اجرای احکام میشه حضور مردم باشه، خطر اشاعه فحشا هست. بعد هم دور صحبت میکنه که میخواد یک رابطه بسیار قوی در جامعه باشه، که این وقتی این رابطه قوی و محکم بر اساس این قانونی که خدا قرار میده تمکین پیش میاد. جامعه ای که سالم نیست، جامعه ای که در آن اشاعه فحشا میشود، به آبرو و حیثیت دیگران اهانت میشود، هیچ وقت این جامعه یک جامعه متمکنی نخواهد بود، یک امت متماسی که به هم چسبیده نخواهد شد. وقتی یک خانواده اصلا از هم پاشیده است، یک چطوری میخواد یک جامعه و یک امتی که به هم ارتباط داشته باشه به وجود بیاد؟ اینجاست که از بین میره، تمکینی هم نیست. خب بحث تمکین وقتی ما داریم، خداوند وقتی مطرح میکنه در اینجا خیلی جالب هست، میفرمان که ایمان و عمل صالح، که ما اگه به اسباب تمکین دقت کنیم، حالا بعضی از این اسباب ها امکان داره یک انسان غیر مسلمون هم داشته باشه و بعضی که واقعا انسان مؤمن بایست اینم داشته باشه، با اینکه ما متاسفانه از اون دور شدیم، ولی دیدگاهی، دیدی که قرآن به این قضایا، به این سه اسبابی که الان ذکر میکنیم، خیلی عمومی و شامل هست، شامل روحیات و معنویات میشه و مادیات. مثلا در بحث اسباب دقت کنیم، ببین ما واقعا جامعه‌ای که درش هستیم الان، جامعه ما و حکومتی که هست واقعا یک حکومتی است که این اسبابی که قرآن ذکر کرده برای متمکن بودن، برای اینکه بتونه اون وظیفه‌ای که بر عهده‌اش گذاشته شده بر اساس دین خدا، وقتی خود را داره به دین خدا نسبت میده دیگه. بله. الان حکومت ایران یک حکومتی است که به عنوان جمهوری اسلامی شناخته شده. آیا واقعا ببینیم که بر اساس فرامین قرآن عمل میشه؟ عمل میشود و یک اون چیزی که خدا میخواسته هست یا نه؟ نگون اولین قضیه که در اسباب تمکین هست، بحث علم هست، بحث حفظ است و امانت، امین بودن. شما سرگذشت حضرت یوسف وقتی میخونید، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ، بعد علیم که دومین صفت هست، امانت دار بودن. اینکه شما به این قضیه به عنوان یک امانت نگاه، حکومت وقتی میکنه، کسی که مسئولیتی را به عهده میگیره، نبایستی نگاه کنی بسید اینکه یک غنیمتیست باید چپاول کنه. نه، به عنوان اینکه امانتیست برگردن او، بایستی این امانت رو خوب ادا کنه و امانت هم باید به کسی داد که واقعا توانایی حملش رو داشته باشه. حالا اینجا مهم نیست که این طرف کی باشه، مهم نیست که چه دینی داشته باشه، مهم نیست که چه عقیده‌ای داشته باشه. تو این بخش اون کسی که واقعا امانت داره، توانای تو انجام دادن رسوندن این امانت به مقصدش، و اون کسی که در واقع همون امانت داره رو داره و توانایی رو. ما حالا مثلا بذار بریم بریم کشور غربی، یک حکومت امانتدار و دلسوز برای کشورش، کسی که اختلاس توش نمیبینیم، اگر میریم مقدار پایین به شدت جلوش گرفته میشه و خیلی شدید برخورد میشه، فساد توش نمیبینیم، اگر وجود داشته باشه به شدت باش برخورد میشه، کسانی که در رأس امور هستن کسانی هستن که بهترین افراد از نظر امانتداری و بهترین افراد از نظر توانایی هستن، و این افراد میتونن که این کشورشون رو برسونن سر منظر مقصود. ژاپن مثلا نگاه کنیم، طرف میتونه اصلا دین نداشته باشه یا دین خودشون داشته باشه، مثلا بودایی باشه مثلا، ولی امانت داره و توانایی اداره رو داره، از بهترین ها انتخاب شده و سر منظر مقصود میرسونه. بریم کشور خودمون رو نگاه کنیم، یا حتی کشورهای دیگه که خودشون رو اسلامی میدونن ولی کسی که در رأس امور هست این صفاتی که قرآن گفته رو ندارن، نه امانت داره درستیه نه توانایی این رو داشته. یه نفر میتونه از نظر
ایمانی خیلی هم بالا باشه ولی امور وقتی ازش میدیم توانایی انجام کار رو نداره، نمیتونه اون کشور رو، اون مملکت رو، اون چیزی رو که دستش دادن برسونه به جای درستش، کارهای اشتباه میکنن، تصمیمات اشتباه میگیره و در نتیجه با توجه به این که ریش خیلی بلندی داره، عمامه روی سرش داره، چهره مذهبی داره، ما میگیم ایمان درستی هم داشته باشه، این عمامه و این ریش براش کاری نمیتونه انجام بده و گند میزنه هم به عمامه و ریش و هم به بله. ما الان متاسفانه بحث حفظ امانت وقتی میشه ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، این امانت فقط مثلا یک مبلغی نیست که کسی به شما داده بعد اونو به همون بنش گردونید، مسئولیت های اجتماعی بله. که در ارتباط با مردم هست، اینها همه امانت هست بله. باید به فردی که شایسته است داده شود بله. که متاسفانه معیار این نیست، معیار بله. این است میگن که آقا متعهد باشه بله. متعهد باشه، متعهدش چطوری باشه؟ یعنی اینکه بالاخره همون یک ظاهر سازی کنه و یا اینکه الان که مشهور جمعیجین خوبی داشته باشه، در حالی که ما الان تو خبرها میخونیم که آقا نفر دوم هست در فیزیک هسته‌ای در جهان بوده، در ایران در کجا بوده؟ تو ایران. تو ایران. خب الان داره کولبری میکنه بله. یکی که دونده خیلی خوب بوده و پیروزای زیاد داشته، قهرمان دونده، الان داره لبو فروشی میکنه، این دو چالا یک از این دوتاشون بله. هستن. خب این علت چیه؟ چرا باعث این گونه را کسانی هم که هیچ گونه صلاحیت علمی ندارن، توانایی ندارن بله. به مسند امور میرسن، یاد از طرف مقابل هم دیدیم دیگه تو تلویزیون شبکه 3 مدیر شبکه 3 رو آورده بود تا برنامه حال خورشید رشیدپور، میگه تو چه خیلی از سوالاتی که میشه این که شما با این سنی که دارید و با تجربه خیلی کمی که توی زمینه مدیریت این بخش دارید چی شده که شدید مدیر شبکه 3؟ اونم من پت پت میگه خب اینش مهم نیست، مهم اینه که ببینی مردم چه کار میزنن تو پوپولیست و سرای کربلا و حرفای غیر مرتبط، که ببینیم چی شده الان ملت جوان پسند شدن و دوست دارن که جوان بیاد و تو چرا اومدی جواب براش وجود نداره. و خیلی از موارد دیگه، نه قدرت در دست کسی درستیه، نه اون کسی که قدرت در دستشه افراد درستی رو میذاره سر جای خودشون، افراد بر اساس عقایدی که دارن، بر اساس ایدئولوژی که دارن، به مراتب در جاهای قرار میگیرن که اصلا مخالف با اون طرز تفکرشون هست، نه اینکه میتونن انجام بدن اون کار رو به خوبی، بلکه اصلا کلا مخالف مثلا برنامه‌های جوانپسند هستن گذاشته میشه در برای شبکه‌سه و امثالش خیلی زیاد هست. و در مورد امانتداری هم ما می‌بینیم اگر شما تصورش رو نمیتونید بکنید که یک نفر از مسئولین بلندپایه در یک کشور غربی، یک کشور اروپایی، یک کشور درست حسابی شرق آسیا بخواد 3000 میلیارد بزنه به جیب، تشریفش رو ببره یه کشور دیگه و اونجا زندگیشو بکنه، اصلا همچین چیزی در مخیله هیچ کس نمیگنجه. یه نفره، یک نفر فقط، و ده ها هزار نفر دیگه هستن که همچون پولایی رو میزنن به جیب. اگر موافق باشی چند تماس رو بگیریم. بله روزه هست. بله بله. آقا امین عزیز از ارومیه بفرمایید. آقا امین از ارومیه. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و کارشناس محترم و تمام بینندگانتون. علیکم السلام. از شکلی برنامه‌تون اینه که از آیات الهی استفاده می‌کنید ولی در تطبیقش عمل شخصی انجام میدید و تفسیر به رأی می‌کنید در تطبیق دادن آیات با مصادیقشون. از ماجرای قرآنی که بحث گروه گروه کردن فرعونیان امتش رو و تفوق حضرت موسی بر امت و بنی اسرائیل بر امت دیگه بود، سوء استفاده فرمودید و مصداقش رو ایران معرفی کردید و حکومت ایران. ولی من میخوام این مصداق رو هم میتونم استفاده کنم که شبکه شما به دنبال اختلافات قومی و مذهبی است در ایران، بحث اهل سنت و شیعه و بحث سلفیگری و بحث هایی که اینها به موجب گروه گروه شدن در ایران میشن و از اتحادی که در کشور هست و موجب انسجام و امنیت کشوره، این رو مورد خدشه قرار. من میتونم اینجوری هم تطبیق بدم. اگر یه اتحادی، پس به نظر شما یه اتحادی توی کشور هست که این اتحادی که توی کشور بله. هست موجب امنیت و پیشرفت کشوره. شما نظرتون اینه که توی ایران الان یک اتحادی هست که موجب پیشرفت کشوره. اگه من به شما بگم در جمهوری اسلامی، از اول جمهوری اسلامی تا الان، بیش از میزان اعدام‌ها و ترورهایی که از علمای اهل سنت شده، علما نه مردم عادی، علمای اهل سنت، از تعداد سالهایی که این آخوندها روی کار هستند بیشتره.
این چه نوع وحدتی یا چه نوع تلاشی برای پیشرفت شما تو این کشور میده؟ یعنی ما به صورت متوسط سالانه بیشتر از یک عالممون رو داره حکومت میکشه. بله همین مستاق، همین فرمایش شما، همین مستاق تفرقه است که شما میفرمایید این ترور شده و از طریق خود حاکمیت این هم انجام شده. این هیچ سندی هم براش در نظر نمیگیرید. من مثال براتون میذارم دیگه، مثال براتون میذارم، مثلا کاک ناصر صبحانی حکومت بردش بالای دار، اینجا شد اینجاشون رو تناب انداختن، بردنشون بالای دار و ترورشون کردن، اعدامشون کردن. من اون دیگه دارم بگم علمای اهل سنت هستن، همه اهل سنت اینا رو قبول دارن. خب آقای شیخ شهید ضیایی از بزرگترین علمای جنوب کشور، من میگم دقیقا بزرگترین عالم جنوب کشور، پدر جنوب، هنوز که هنوزه در خطبه های جمعه براش دعای خیر میکنن، تو قنوت نمازهای وتر براش دعا میکنن اهل سنت جنوب. ایشون رو اعدام کردن، ترور کردن، بعدش هم پروندهش رو قبول کردن که ترور شده. در میون لیست کسانی که ترور شدن در جمهوری اسلامی در زمان رفسنجانی قرار داره، پروندهش موجوده، ما هم قبلا مورد بررسی قرار دادیم، خود حکومت هم قبول داره که تو قطره‌های زنجیره ایشون رو کشته. عبدالملک ملازاده به همین صورت ترور میشه در چیز آقای مظفریان، دکتر مظفریان به همین صورت ترور میشه و همه مشاور استاد دکتر صیاد در همین صورت ترور میشه و حکومت قبول میکنه. اینها دیگه همه یا اعدام شدن، اعدام های فله‌ای که قبلا اتفاق افتاد. اینا همه تک تک کسایی که دارم میگم بزرگترین علمای مناطق خودشون بودن. براتون شروع کردم از کردستان، اومدم جنوب، رفتم بلوچستان، اگه بخواید بازم میتونم براتون ببرم کسایی که حکومت قبول کرده کشتتشون، قبول کرده کشتتشون. چرا کشتتشون؟ بهش گفتن ساکت باش. این سوالی که پرسیدید، کاکتانسر صبحانی کتاب داره، مشخصه کتاباش هست، میتونید ببینید، سخنانش هست، سیاسی هم نیست زیاد. گفتن ساکت باش، این حرفی که تو داری میذاری ما قبول نداره. آقای کاک احمد مفتی زاده مثلا خودش با خمینی بود تا جایی اومد، بعدش گفت آقا جان ما حکومت شورای میخوام و امر هم شورا بینهم عقده اهل سنت هست، گفتن ساکت شد. رکورد طولانی مدت ترین زندان انفرادی تاریخ ایران رو یکی از بزرگترین علمای اهل سنت در کردستان داره، کاک احمد مفتی زاده. دلیلش هم همین است دیگه، سخنانش هم مشخص برای چی زندان بودن، برای چی شکنجه میشدن. بفرمایید این وحدتی است که شما، و بعد که ما میگیم وحدت نداریم، دهنم پدر ما رو درآوردید، نه شما دارید میگید وحدت ندارید، بیا بفرمایید دیگه، دارید میگید ما رو دارید میکشید، پس شما دارید خدشه‌دار میکنید وحدت ما رو. وحدت چیه این وحدت؟ ما رو بکشید، ما بگیم ما رو میکشید، وحدت خدشه‌دار میشه؟ بفرمایید. بله جناب آقای موحد، من آخرین عرایضم انجام بدم. شما نمیتونید اونجا در منصب قاضی بنشینید و تمام پرونده رو بررسی کنید با اینکه برگه ای از کشتید آمو کشتید میفهمی یعنی چی؟ پرونده چی کشتید؟ عالم بزرگ اهل سنت تک تک شدن اسم برم کشتید دیگه، پرونده نداره، پرونده مال قبل از اینکه بکشیده. میگم اهل سنت رو دارید میکشید، علمای اهل سنت، تعداد علمای اهل سنت از تعداد سالهایی که آخوند روی کار هستن بیشتر کشته شدن. دارم میگم کشتید، میگید مثلا قاضی مال قبل از کشتنه، کشتید و قبول دارید که کشتید، عالم اهل سنت، عالم بزرگ اهل سنت کشتیدش. میفهمید چی دارم میگم؟ حالیتون هست که کشتید یعنی چی؟ اون به بالای قاضی رفته دارید حکم میکنید مال قبل از کشتنه. الان که کشتید میگم کشتید، دارید بگید کشتیم، بس شما میگید وحدت داریم، وحدت زهره. بله هیچ شخصی رو به خاطر سنی بودنش یا مذهبش خدا نگهدار، خدا نگهدار، خدا نگهدار، شما هم مثل همون هستید، شما هم دستتون بکشه ما رو میکشید. بعد وحدت داریم، وحدت داریم. آقای رضایی بفرمایید، خواهش میکنم. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشید انشاءالله. جناب آقای حسینی طلاب ندید. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ممنونم جناب آقای موحد. من هم به نحوی از آنها مثل آقای امین انتقاد نسبری میشه که شما در تلیعه بر شروع سو فرمودید در حکومت اسلامی و در چیز اسلام خیلی اهمیت داره که چه کسی حکومت میکند، و ما هم به این باوریم آیه ای را که مصداق آوردید بسم الله الرحمن الرحیم وعد الله الذین آمنوا، این وعده خداست،
مصادیقی که شما براش مثال میزنید میاد رو خلافت خلفاء راشدین. خلفاء راشدین اینها خلافتشون به دست مردم تایید شده، شورایی شده. خدای عالم عاجز نیست از این که وعده خودش را خودش عملی کند و جامعه عمل به پوشاند و کسی که 1,000,000 احتمال خطا در او باشد، خدای عالم او را نمی انگیزد و بهش مبعوثش نمی کند بگر از او تبعیت کنید که اگر کسی گمراه بشود از گمراهی 1,000,000 او حتی این در پیشگاه خدا نمیشه مؤاخذش کرد. همینطور که دنباله آیه هم میفرماید تا اینجا پشت خط باشید استاد، جوابتون رو بدن بعدش دیگه ادامهش رو انشاءالله داشته باشیم. استاد شکر فرمونید نام موحد، پشت خط باشید تا اینجا جوابتون رو بگیرید بعد ادامه میدیم باهاتون. باز پس اگر اینطوری هست، حتی حضرت علی رضی الله هم تمکین نداشتن که شما به عنوان ابوالامه میدونید و کسی که خداوند اون را به مقام امامت انتخاب کرد تمکین نداشتن و حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم بر اساس این که شما میگید تمکینی نداشتن دیگه، چرا که بحث تمکین وقتی میاد ولی مکنن لهم دینهم الذي ارتضى، استخلاف شد، همه هر کس به از نظر اسلام که نمیاد دیگه تنگ میگه چون خدا فرمونه که لا یستخلفنهم فی الارض، من میام یکی دو تا سه تا چهار تا انتخاب میکنم. اینکه قبلا هم صحبت کردیم در این مورد که این مسائل وقتی میخواد بگه، خداوند میخواد بگه که در این جهان هستی وقتی که این مسائل صحبت میکنه، غیر از من خدای دیگه نیست که بیاد قانون گذاری کند، قانونی داشته باشد غیر از قانون من. بله. یعنی اینکه در حقیقت خدا این کارو انجام ده، خداوند اینو به مردم واگذار کرده، بحث خلیفه و بحث اگه اینگونه باشه، گفتم بهتون آقای رضایی حتی ابوالائمه ای که شما هم معتقد هستید حضرت علی هم تمکین نداشتن و شما معتقد هستید که وقتی مهدی اومد دیگه تمکین میشه، یعنی وعده خدا در طول این مدت هیچ وقت تحقق پیدا نکرده، امت اسلامی میلیاردها انسان تمکین نداشتند، استخلاف نداشتند تا حالا ببینم مهدی بیاد 7 سال بیاد، حالا در حالی که این شخصی که شما میگید وجود حقیقی هم نداره و خود شیعه هم بعد از وفات حضرت حسن عسکری به 13 گروه تقسیم شدن که دیگه. حرف آخرتون رو بزنید آقای رضایی تا بریم تماس بعدی رو بگیریم. مصداق تمکین را در حکومتی که ما بر علی ابن ابی طالب به این آیه متصوریم میفرماید در این تمکین در بر علی هم نشده است، برای محمد هم نشده است، آیا وعده خدا جامعه عمل به خود گرفته یا نگرفته؟ شما یه مصداق به من نشون بدید در حکومت خلافت انبیاء سلف محمد صلی الله علیه و آله و سلم، بگید ایشون این حکومت این فلان انبیاء فلان نبی این تمکین شده است. ما که اعتقاد داریم خب جوابتون رو بگید. ما که اعتقاد داریم تمکین شده برای رسول الله صلی الله علیه و آله، برای خلفای راشدین، برای مجموع امت. الان درست است در وضعیت تمکین نیستیم الا، ولی در مجموع امت اون تمکینی که خدا وعده داده بود تحقق پیدا کرد دیگه جای بله. و تمکین نیاز نیست از طرف خداوند باشه، یعنی خداوند یه نفر رو بذاره رو زمین بگه این بعد در زمین تمکین رو فرمان رو حتی اونایی که رفتش از شورای از حضرت حسن و حسین و باقی صحابه هیچ کدوم تمکین نداشتن. بله. حتی حضرت علی هم به اعتقاد خودتون میگه تمکین نداشته، 20 چند سال که اصلا در تقیه بود بعدم که قدرتی نداشت. بار دیگه آقای کریمی بفرمایید از انزلی. آقای کریم از انزلی قطعا، آقا محمد بفرمایید از تهران. سلام علیکم آقای موحد. علیکم السلام و رحمت الله. وقت شما بخیر باشه. سلامت باشید، شب روزتون بخیر. آقای موحد، یه بنده خدا اسمش یادم رفت میگفت اتحاد شیعه و سنی اینها، این آدم فکر نکنم آدم اهل مطالعه باشه، چون من هر چی که منابع اهل شیعه رو مطالعه کردم اینا گفتن که اتحاد هم اگر باشه با اهل سنت هست نه با وهابیه، یعنی هیچگاه ما با شما هیچ اتحادی نمیتونیم داشته باشیم، شما همه رو قبول دارید منم قبول دارم، اصلا مبانی شما خیلی متفاوت است از اهل شیعه و حتی اهل سنت. منتها یه نقد دیگه هم دارم از اهل سنت که علمای ما هستن، این مگر اینکه بگید همه ایران وهابی هستن، یعنی کسایی که من گفتم همه علمای اهل سنت هستن، نمیدونم دیگه شما میتونید تشخیص بدید مثلا این عالم اهل سنت اینه که وهابیه. بله اهل سنت بل. از نظر فقهی وهابی شما هستی، اجازه بدید وهابی ما هستیم. گوش کن یه لحظه، گوش کن از من به جواب بدم دیگه.
اگر وهابی ما هستیم، ما دقیقا، من شافعی مذهب هستم و تمام عقایدمون دقیقا مثل ائمه اهل سنته، مثل امام ابو حنیفه است، مثل امام مالک، مثل امام شافعی، مثل امام احمد، مثل بقیه علمای اهل سنت و امامان اهل سنت. عقایدمون دقیقا یکیه، طرز تفکرمون دقیقا یکیه، کتابهای اونها رو میخونیم که طرز تفکر اونها رو مورد بررسی قرار میدیم. شما میتونید بگید درست، حرفتون درسته ها، حرفتون درسته، واژه ها تغییر کرده. اون کسانی که پیروان این ائمه هستن و خود این ائمه اینها وهابی هستن، نمیدونم چه کسانی اهل سنت هستن، ولی حرفتون رو قبول دارم. تمام علمای اهل سنت که کشته شدن، از کاک احمد مفتی زاده بگیر، از کاک ناصر صبحانی بگیر، بیا جنوب از شیخ ضیایی، تمام شاگردان شیخ ضیایی که الان تمام علمای اهل سنت هستن، شیخ پردل و شیخ، تمام بزرگانی که جنوب هستن که الان شاگردان شیخ ضیایی بودن، همشون اینا وهابی هستن. کاک عبدالملک ملازاده و مولوی عبدالحمید و علمای چیز و تا بره بالاتر خراسان مولانا گرگیج و همه اینا وهابی هستن. شما یه در سنت وجود داره داخل عرص تو ایران که ما نمیدونیم کیا هستن، تعدادشون خیلی کمه، بقیهشون بقیه در سنت وهابی هستن. بفهمید آقا محمد، بفهمید. فکر میکنم که من تماس گرفتم شما حرف بزنید. عرض کنم خدمت شما، من تا به حال نشنیدم، ندیدم از شما که مثلا بیارید یه کتابی از شافعی بخونید. هر چی دیدم شما از ابن تیمیه خوندید. من چجوری باور کنم شما شافعی هستید؟ مثلا تیمیه، ابن تیمیه نوردیم، قرآن داریم میخونیم تو این جلسه. شما کی مثلا دیدید مثلا از قول از ابن تیمیه بریم؟ اتفاقا تمام برنامه‌های فتوا قول امام شافعی، قول امام شافعی اینه، قول امام ابو حنیفه اینه، مثلا در مورد مسائل فتوای و فقهی که میخواهید بفهمید. ابو حنیفه ابن تیمیه مثلا اهل سنت که خودتون رو صبح تا شب ببینید، ببینید چند تا مستند از ابن تیمیه نشون میده، زندگیشو، کتاباشو، چند بار شافعی رو شما ما یک مستند از ابن تیمیه درست نکردیم. ما یک مستند از ابن تیمیه، دیروز برنامه شما، دیروز از مستند نشون میده کتاباش اینه، فلان کسی اینو گفته بود، یه بار نیومدید امام شافعی رو معرفی کنید. برنامه کنی. من ادعا میکنه شما شافعی هستید؟ برنامه من، برنامه من که شافعی، من ادعا نمیکنم شافعی هستم، من پدرم، جدم، پدر بزرگم، پدر پدر بزرگم همه شافعی مذهب بودن. من عقیدم هیچ تفاوتی با اونا نداره. منو ول کنید، منو اصلا ول کنید. من دارم علمای اهل سنت دارم میگم، ما شافعی، ما بد. شما علمای اهل سنت رو نکشید، با ما دشمن باشید. نه اتفاقا شافعی خوبه، شاید شما شخصا بد باشید، من با شما کاری ندارم. نکته من این هست، من نکته من اینه که شما علمای اهل سنت رو نکشید توی ایران، ما بد، با ما دشمن باشید. علمای توی ایران رو نکشید، شیخ ضیایی رو نکشید، مولا عبدالملک رو نکشید، کاک ناصر رو نکشید، کاک احمد رو نکشید، اینا رو نکشید. ما آدمای بدیم، ما با ما وحدت نداشته باشید، اونا رو بذارید زندگی کنن توی ایران. خواهش میکنم موحد جان. الو موحد، انقدر خواهش نکن، من بذار حرفم بزنم بعد خواهش کن. آقای موحد، اگر کسی کشته میشه به خاطر سنی بودنش یا به خاطر اینکه علم مخالفت و تفرقه افکنه برداشته، شیعه هم اگر باشه بخواد اصول این کشور رو به هم بزنه، کشته میشه، ربطی نداره، محاکمه میشه به اتهام فساد فلعل. که اصلا شیخ ضیایی میدونید، آقا محمد، شیخ ضیایی میدونید چطوری شهیدش کردن؟ اسید روش باشیدن، ماشینش از بالا انداخته بودن پایین، اسید روش ریختند و شیخ ضیایی شما یک کلمه ازشون پیدا تو نواراش همه پخشه که یک جایی به جمهوری اسلامی اهانتی کرده باشه. مشکل اینه که شما نمیتونید ببینید برادر عزیز. این بحثش همطور که خدا گفتیم که فرعون اومد جعل اهلها شیعا یستضعف طائفه منهم، از این منطق شما دارید با اهل سنت و باقی حتی ملیت های دیگه دارید برخورد میکنید. ما که نمیخوایم که ایجاد دشمنی بشه و یا ایران مخالف وحدتش هستیم، برعکس کار میگیم آقا کارهایی که شما میکنید به ضرر وحدت هست، به ضرر ایران هست، دارید ضربه زدید به ایران، کلن ایران از هم پاشوندید. بابا این وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، هرچی بگید شما تو جامعه به وجود آوردید. میگیم که آقا این تمکین نیست، این بر اساس اون چیزی که خدا میخواست نبوده. میگیم آقا اینو به خدا نسبت ندید، اشتباهات فردی بذارید، بهتر از این از شما بگید که از خداست، حکم خداست، فلان بره. گفتیم بابا اصلا انبیا همه گفتن که نی رسول امین. بله. در قصه خود موسی علیه السلام، یا ابت استعجره ان خیر من استعجرت القوی الامین،
کجا شما توی مملکت ما الان متاسفانه از قوی الامین استفاده می شود؟ ببینیم چی میگن آقا محمد. حرف آخرتون رو بزنید، تماس بعدی رو بس کنید. بفرمایید، خواهش میکنم. بله بله، تشکر میکنم برای حرف آخرم وقت دادید. تفاوت بنده با شما اینه که شما وقتتون زیاده برای مطالبی که میگه، تهمتایی که میزنه دو تا آیه رو میچسبونید، ولی مخاطب و تماس گیرنده این وقت رو نداره. و الا من باطل و سر آیاتی رو که خوندید میگفتم واقعا شما دارید سوء استفاده میکنید از قرآن. حالا میتونید قطع کنید و به دروغ پردازی خودت ادامه بدید. خدا نگهدار. آقای کریمی از انزلی، بفرمایید. الو سلام استاد، خسته نباشید. وعلیکم السلام. آی موعد، آی حسینی، خسته نباشید. سلام عرض می‌کنم. من دو سال پیش شبکه کلمه رو نگاه کردم. اگر واقعا یه رسانه باشه به مردم بفهمونه اهل سنت یعنی چی، اون موقع بیاین بعد از 5 سال آمار بگیرید ببینید چه کسایی سنی میشن و چه کسایی شیعه. با 40 سال حکومت جوانای ما از دین متنفر شدن. من اتفاقا چرونسی تو برنامه آی چیدم گفتم یه جوون دیدم داره به خدا به رسول فوش میده، به خدا را دارم شاهد میگیرم، این مقصرش کیه، باعثش کیه؟ نه مردم میدونن قرآن چیه، نه میدونن پیغمبر چیه. باعث این فساد، این فقر، فقط یه دونه کلان اهل سنت باشه بفهمونه. خیلی از من خودم نمیدونم اصلا سنی یعنی چی، اصلا فکر میکنم سنی دشمن اهل بیته. مرسی از برنامه تو، اگه میشه توضیح بدید. اگه اینا موافقت زنگ میزنن، اگه میتونید یه دونه کالون بذارید که معرفی کنید اهل سنت چیه، بفهمونن سنت از سنت پیغمبر قرآنه، نه اینکه بیان بزنم تو سرشون که گریه و فقط از مردم گریه میگیرن، فقط از مردم مصیبت میگیرن. همین، مرسی از برنامه‌تون. خیلی متشکرم. خیلی میبریم. زنده باشید. خدا نگهدارت. آقا سیامک از ایران، بفرمایید. سلام علیکم خدمت آقای موحد و کارشناس محترم آقای حسینی و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوشت استانه و بینندگان عزیز. علیکم السلام. اولا باز از شما خواستم امید آقا محمد از تهران که گفته ما با وهابی ها توافق نداریم و با اهل سنت تو ایران توافق داریم، خواستم بگم راست میگی. همین آقای جزائری چهار پنج سال پیش بزرگترین مقام کشوری رفته اونجا، برایش تقدیرنامه نوشته، یه عالمه وام و پول و اینا گذاشته که مقبره فقط زنش رو تنظیم کنن. برای آقای الجزائری از استاد حسینی تقاضا مندم، ایشون میتونن تو دفتر بگردن. همین آقای الجزائری گفته رک و روان، گفته آقا ما او خدا را پیامبرش محمد صلی عبدالله و قرآن که براش فرستاده، اگر خلفای بعد از اون ابو بکر و عمر و عثمان بوده باشه ما خدا قرآن قبول نداریم. این نگفته وهابی، نگفته سنی، نگفته ناسبی به قول خودشون. این اگر وحدت داریم آیه واحد سال شمسی 365 روزه، چرا ما باید 7 روز وحدت داشته باشیم؟ این معما برام حل نمیشه. من اگه یادتون باشه هفته پیشم با شما تماس گرفتم، از دیدگاه شیعه اینا که حضرت علی و اینا رو که قبول نداره، اینا رو کافر میدونه. بله، چون امامت جلاهیه، علی هم گفته آب بزه. بله، یک بزه ما نمیدونیم، به قول خودشون دم خروس رو باور کنیم یا بینی بزرگ. بله، خیلی متشکرم ازتون. ممنون میشم از آقای حسینی، ختم کلامی نشون بده آقای جزائری، مرخد شما از عبد شما بگه آقا ما خدای و پیغمبر و قرآن قبول نداریم. ختم کلام اینجوری میگه آقا، میگه ختم کلام ما شیعانینه. از این ورم بلندترین مرزا کشور، بلندترین مقام پای کشوری با بهترین اسکورتا با دیگرده میره اونجا، این همه امکانات هم به این قبر میده. خیلی متشکرم. دیگه من نمیدونم چی بگم. با سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و انشالله همیشه موفق باشید. همچنین شما. در فنای خدا. خیلی متشکرم. خدا نگهدار. تا قبل از اینکه آقا احمد بگیریم. بله، این نعمت الله الجزائری در زمان صفویت بوده که سال 1112 فوت میکند. از او به عنوان یکی از علمای بزرگ شیعه در آن در قرن 12 هم یاد میشه. و معتقد هست که قرآن تحریف شده و ائمه فعلا دستور دادن تا زمانی که
مهدی خواهد اومد همین قرآن رو بخونند. وقتی که مهدی اومد این قرآنی که هست دیگه از بین میره و قرآن اصلی رو میاره. بله، اون چیزی که برادرمون آقا سمک اشاره کردن درست همینطور میگن که ما با اهل سنت در هیچ چیزی با هم اتفاق نداریم، لا علا اله ولا علا نبی ولا علا امام. بله، نه با خدا، نه در خدا، نه در پیامبر، نه در امام، هیچ کدوم با اهل سنت اتفاقی نداریم. چرا میگه با ذلك انهم یقولون؟ این در کتاب الانوار النعمانیه میاره، ان ربهم هو الذي كان محمدا نبيه وخليفته بعده ابو بكر ونحن. منجشن میگه که اهل سنت میگن که پروردگارشان کسی است که پیامبر این خدا محمد بوده و جانشین محمد هم ابو بکر بوده. ولی ما میگیم چی؟ ما به این خدا ایمان نداریم و به این پیامبر هم ایمان نداریم. بعد میگه ان الرب الذي خليفته نبيه ابو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. میگه خدایی که خلیفه پیامبرش ابو بکر است پیامبر ما نیست، خدای ما نیست و این پیامبر هم پیامبر ما نیست. بعد شما میگید که ما به قولن میخواییم وحدت رو از بین میبریم، ایجاد تشنج در جامعه کنیم. بفرمایید، این صحبتی جناب آقای سید نعمت الله، آقای نعمت الله الجزائری در انوار النعمانیش هست. بله، آقا احمد رو هم بگیریم. بفرمایید، خواهش میکنم. سلام علیکم آقای معهد. علیکم السلام. از کجا هستید آقا احمد؟ من از اروپا مزاحم شما شدم و خوشوقت هستم که با شما هم صحبت میشم. وقتی که اهل تشیع از وحدت گپ میزنه، ما به تعجب مفتم چطور ممکن است که شیعگریت به اساس تضاد و تفرقه ایجاد شده باشه و بعد از او بیاین از وحدت صحبت کنن و یک دلیل بسیار ضعیف خام دیگر هم بگوین که ما با اهل سنت مشکل نداریم، مشکل ما با وهابیت است. آیا وهابیت قبل از ایجاد شیعگریت وجود داشت؟ آقای عبدالوهاب وجود داشت که شما مشکلتون با او هست و با اهل سنت نیست؟ الان که این طور نیست، مشکل شما از بعد و پیدایش شیعگریت با اهل سنت بوده. جای تعجب است که اینا از وحدت با ما گپ بزنند. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. علیکم السلام. و یه مبحث دیگر رو بگیم در مورد وحدت. اینکه ما همزیستی به خوبی زندگی کردن با همدیگه داشتیم استاد، که ما قبل از جمهوری اسلامی همه اهل سنت با اهل تشیع هیچ مشکلی نداشتن، هیچ درگیری. شما در نه تنها ایران، در کشورهای دیگه تا جایی که من اطلاع دارم، ایران که مطمئنم تا کشورهای دیگه که الان کی درگیری در ایران وجود آورد؟ اهل سنت یا متاسفانه نیرویتون رو در دولت هستن؟ در بلوچستان چه کسان این بازو بزن؟ چه کسان علمای اهل سنت کش؟ آیا علما اهل سنت رفتن اسلحه برداشتن؟ شیخ ضیایی یا کاک احمد یا کاک ناصر یا دکتر مظفریان، دکتر صیاد، همه اینها که به عنوان چهرهای مشهور جامعه اهل سنت هستن، اینا اسلحه به دست بودن؟ اینا گفتن که این مردم بیاد بیرون برای مبارزه با دولت؟ هیچ کدوم از اینها نبودن، بلکه برعکس. خب پس نگاه کنید چه کسی اومده این الان جنگ شیعه و سنی به وجود آورده، چه در خارج، حالا که مکانم در داخل. پس اینا شروع کردن به کشتن اهل سنت، از بین بردن، خاموش کردن اهل سنت، طور که خودشون این چیزشون بوده که چم و شمع روشن میکنی، پنکه روشن میکنی، همه چیز خاموش میشه. در مورد شیخ ضیایی شما فرمودید اینکه سخنرانی سیاسی نداشتن. در ابتدای جمهوری اسلامی، قبل از اینکه هیچ کدوم از علمای اهل سنت نمیدونستن اوضاع از چه خبره، ما سخنرانی شیخ ضیایی حتی در متن خمینی هم داریم. در این که میگه آقا جان خمینی اومده مثلا حکومت اسلامی آورده، چون هنوز قانونی مشخص نبوده، فهم میدونستن یه نفر اومده که میگه میخوام اسلام رو در واقع اینجا قانون بذارم، قانون اسلام باشه. و همه علما، امام ندوی هم داریم که همچون حرفی رو میزنن قبل و بعدش برمیگرده. ولی کسانی که کشتن تعدادشون اونقدر زیاده، اونقدر متفاوتن، اونقدر
در واقع طیف های مختلف اهل سنت هستن و قوم های مختلف اهل سنت هستن که شما هر چقدر بخوای بقبولی به خودت که بابا این طرف مشکلی نمیدونم سیاسی داشته، این طرف یه مشکلی دارن میکشن دیگه. میگه ما کسی به جرم عقیده نکشیم، میگم نمیدونم به جرم مخالفت با مثلا نظام یا مثلا مخالفت با اختشاش در مثلا نظام کشتیم. تروره، ترور دیگه مخالفت با چیز نداره. یه نفر میکشید بدون هیچ دلیلی، بعد میگه آره برادر ما کشتیم، اون سال زمان رفسنجانی ما کشتیم. آقا محمد از یزد بفرمایید. الو سلام علیکم جناب آقای موحد عزیز و آقای حسینی. علیکم السلام. من در رابطه با این آیه 55 سوره نور که صحبت میشه جناب آقای حسینی، اصلا فکر نمی کنم که این ربطی به خلیفه و به اصطلاح امیر، منظور خلیفه که امیر هستن اینا نیست. این آیه قبلش که نگاه کنید شما، اونجا میگه قل اطیع الله و رسول و اطیع الرسول، اصلا کلا در رابطه با اطاعت پروردگار رسول و اطاعت و به اصطلاح عبادت پروردگاره. اونجا که میگه وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، اینا میگه که کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن ما اونها رو خلیفه میکنیم روی زمین. بعد پشت سرش چی میگه؟ میگه کما این که ما خلیفه کردیم کسانی رو قبل از شما. یعنی چی؟ یعنی اینا خلیفه شدن قبل از این که قبل از شما خلفایی شدن که جانشینان پیغمبر خودشون شدن. اصلا ربطی به اصطلاح زمامداری و برنامه اینا نیست. همینطوری بیاد جلو بیاد جلو میبینه چی میگه، بعد آخرش میگه من بعد خوفهم امنن یعبدوننی لا یشرکون بی شیئان و من کفر. تا آخر میگه که اونایی که ما بدون خوف اونا را چیز میکنیم که ما را عبادت کنن بدون هیچ گونه شرکی. خب پس اصلا صحبتش این خلیفه شدن خلیفه مثلا امیری و اینا نیست، خلیفه جانشین شدن پیامبران، یعنی خصلت پیامبران، رفتار پیامبران، عبادت پیامبران، همه اینا منتقل بشه به این آدم ها. کما اینکه قبلا هم این کار رو کردیم. این نیست که مثلا حالا فرض کنید که عمر باشه، ابوبکر باشه، این باشه، اون باشه، این صحبت ها نیست که هر دفعه این آقا زنگ میزنه همش برنامه میشه اصلا که آقا اون حق اون ناحق. اصلا معنی قرآن چیزی دیگه است. ببخشید من دیدم که خلاصه خیلی ادامه پیدا میکنه این بحث. پشت سرش هم ببینید جناب آقای مباین همون آیه میگه و اقیم و صلات و آت و زکات و فلان، همون راه روش پیامبرانه در واقع. زکات بدید، نماز بخونید، فلان درست. این ربطی نداره به این مسائلی که مطرح میشه. درست، خیلی متشکرم. دست درد دست شما درد نکنه. من زنده باشید، قربان باشم، خدا قربان شما، ممنون، تشکر. سلامت باشید، خدا باشید. بفرمایید. حرفشون درسته ولی بالاخره بحث استخلاف هست و تمکین دین هست. یعنی خداوند دین خودش، دین اسلام را دینی قرار میده که دیگه مستقر میشه. قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. دیگه بعد از اسلام دیگه دینی چون دیگه نمیاد، این دین از بین نمیره. اگرچه مثلا باطل هم زور خودشو میزنه اما نمیتونه اسلامو از بین ببره. نگونید مغول حمله کرد، تاتار حمله کردن، چه بلاهایی بر سر امت اسلامی اومد اما امت اسلامی موند. حمله کردن صفوی ها، چه جنایت هایی کردن اما بار دیگه امت اسلامی موند. بعدو تمکین دین هست و اون حالتی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، خب اون حالت ترسی که داشتن، حتی مثلا دشمن حمله میکرد. اومدن که رسول الله صلی الله علیه و سلم در غزوه خندق با 10,000 نیرو بودن که ده کلا پیامبر و یارانش از بین ببرن. خب این وعده ایست که خدا میده، میگه که برای شما امنیت خواهد بود، ترستون از بین میرود. ولی به قول برادر محمد واقعا اگر این گونه باشه که بگیم در مورد الله خلیفه جانشینی بعد رسول الله باشه، حالا بگیم که حالا امامی که شیعه معتقد هست، هیچ وقت ترسشون از بین نرفت. من بعد خوفهم امنا، همیشه خوف داشتن، هنوزم خوف دارن، تقیه داشتن، هنوزم خوف دارن. بله. و امام دوازدهم از ترس دیگه غیبت کرده. بله. از ترس کشته شدن. پس درست هست، صحبت از یک امت هست. داره میگه که گفتیم که برای سه محور اساسی داره بحث تمکین، یکی انسان هست، زمین هست و اون قانونی که خدا قرار داده ازش پیروی کنه. اون وقت این آیه شاملش میشه
و همون که در سوره مبارکه قصص هم میفرماند که و نمکن لهم فی الارض و نوری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون. آقا نواب رو هم بگیریم. خیلی متشکرم. بفرمایید آقای نواب. عذر میخوام خیلی پشت خط موندید. سلامت باشید. سلام عرض میکنم خدمت شما های موحد و کارشناس محترم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. فکثیر من الحنفیت و المالکیت تعنو فی الشافعی فی نسبه و علمه و عدالته. جناب آقای موحد، در برنامه گذشته قسم خوردین و گفتین که حتی تو نمیتونی حتی یک سطر از کتاب‌های ابن تیمیه رو بخونی. الان میخونم که همونی که بهتون گفتم شما همونید که بهتون گفتم به تو چه دوازی. شما همونی که گفتید بین امامای اهل سنت اختلاف بود و گفتم به تو چه. آره شما خب من الان بهتون میگم به تو چه. خدا نگهدارتون. در مورد استخلاف توی آقا احمد از زنجان رو بگیریم بعد میریم در مورد استخلاف. خیلی هم وقت نداره. آقا احمد بفرمایید. خواهش می‌کنم. آقا احمد میگن قصد شده دیگه هم وقت نداریم، کلان دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم. بله ما متاسفانه نتونستیم بحث علم که خیلی بحث مهمی است برای تمکین امتی و این علمی هم که بحث هست فقط علم دینی نیست بلکه علم کامل و شامل هست. وقتی خداوند در مورد آسمان ها و صحبت زمین صحبت میفرماند، حرکت خورشید و ماه و شب و روز میاد، میگه که آیاتی لقوم یعلمون. بله این یعلمون کسانی هستند که علم این قضیه دارن که همون اخترشناس ها هستن. پس علمی که هم که لازم هست فقط این نیست که انسان بدون چهار تا رکعت نماز بخونه، بلکه همه علوم ما نیاز داریم. علم اقتصاد، علم سیاست، علم اجتماع، علم دینی، همه اینها ما برای اینکه یک امتی بتونه سر پای خودش بیسته و متمکن بشه و تمکین داشته باشه بین ما نیاز داریم. و بعد مسئله مهم استفاده از اسباب هست. بدون استفاده از اسباب مادی فقط بگو چون من مسلمون هستم، یا اینکه هیچ استفاده از اسباب نکنم بگو من توکل بر خدا کردم، به هیچ عنوان یک امت نمیتونه. آقا اقتصاد یک اسبابی داره، درست اقتصاد خوبی داشته باشه اسبابی داره. بله نمیشه بگه آقا این پول امام زمان است به شما رسیده برکت هست. از کجا این پول امام زمان شد؟ بعد دیدیم که واقعا این حرفای مفت چه بلای سر ملت آورد. پولی که اروپایی به مردمشون میدن پول امام کیه؟ خب نیا کن هر چیزی یک سببی داره. قرآن وقتی صحبت میکنه در مورد ذوالقرنین استفاده از اسباب هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم تمام موارد زندگی دعوتشون جنگ هایی که با مشرکین داشتن از اسباب استفاده کردن. بله. حضرت یوسف علیه السلام، حضرت سلیمان، داوود، هر کی صحبت شده در قرآن استفاده از اسباب هست. این سه تا چیز خیلی مهم هست. یکی آقا امانت دار باشد. ملتی حکومتی که امانت دار نباشه هیچ وقت نمیتونه خدمت به ملتش کنه. دوم علم داشته باشه، یعنی کسانی که اهل علم باشن به پست های مخصوصشون برسن. سوم استفاده درست از اسباب. این همه ما در جامعه خودمون منابع طبیعی داریم، چه استفاده میشه؟ استفاده از اسباب نمیشه متاسفانه. متاسفانه بر تموم شده. ما خیلی وقتا برمیگردن میگن که در این قضیه برمیگردن به فلان مرجع تقلید، یا میگه فلانی در خواب دیده تموم شد. یعنی به وسیله اینکه یک چیزی که کارشناسی لازم داره برمیگردن به مثلا یک روحانی یا یک مرجع تقلید، در حالی که خدا فرموده که فسألو اهل الذکر. هر کسی این اهل الذکر همون بحث علم است که بله این اهل الذکر مثلا اقتصاد، کارشناس اقتصادی، توانمند اقتصادی. بله بله سیاسی به همین صورت. خیلی متشکرم. خدا نگهدارت. نقول قول فصل وما هو بالهزل وشدن